در ادامه تلاش‌های رژیم برای نمایش تغییر، دومین وزیر اقتصاد کابینه آخوند روحانی هم برکنار شد. به دنبال جنجال استیضاح کرباسیان و جنگ و دعوای باندی در مجلس آخوندی، کاربران فضای مجازی اعتراض خودشون به وضعیت اقتصادی کشور و حاکمیت آخوندها رو نشون دادن و گفتن این بازی‌ها اثر نداره و نمیتونه مانع از سقوط نظام بشه. منتظرم خاطرات وزیری رو بخونم که در یک سال وزارتش اقتصاد ایران عجیبترین رکوردها رو در افزایش قیمت ها زد. و همچنان پالان خر عوض میکنن. خوشم یاد روحانی رحم نداره، برای جون سالم به در بردن خودش همه رو قربانی میکنه. وزیر کار حالا وزیر اقتصاد. فکر کنم نقشه کودتا علیه روحانی را افتاده و این یعنی شروع فروپاشی از درون. کرباسیان وزیر اقتصاد را قربانی سؤال از روحانی کردند و برکنار شد. مجلس اساره فضایل شورای نگهبان است. نرخ تورم واقعی بیش از 200%. پدر علم اقتصاد گور به گور شد. وزیر کار برکنار شد. وزیر اقتصاد هم امروز برکنار شد. کسایی رو برکنار کردند که تو این مملکت هیچ کارن. فقط در ایران که در جلسه استیضاح یک وزیر، فرستاده های رئیس جمهور به میان نمایندگان رفته و با آنها زد و بند می کنند. خاک عالم بر سر اون گوساله‌ای که توی مجلس نشسته و خیال می کنه با استیضاح کرباسیان شرایط اقتصادی کشور بهتر میشه. اصلا وزیر اقتصاد چیکاره هست تو این مملکت که بود و نبودش بتونه اثری روی شرایط مالی کشور داشته باشه؟ کدام نهاد و گروه مسئول رسیدگی به تخلفات و اشتباهات و جرایمی هست که رهبر مرتکب می شود؟ ایشون یعنی تا حالا هیچ جرمی مرتکب نشده؟ ایشون خدا هستن؟ زیر مجموعه های ایشون چی؟ رئیس قوه قضاییه تا حالا تخلفی مرتکب نشدن؟ یا سپاه پاسداران به کجا پاسخ گوست؟ وزیر اقتصاد افتاد، اما اقتصاد بیدار نخواهد شد. این بیماری و بحران، این اقتصاد در حال فروپاشی با تغییر مهرها و پیاده ها درمان نمی شود.